بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. روی ار به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. ما با توییم و با تو نییم، اینت بلعجب. ما هم با توییم هم با تو نیستیم. ما با توییم و با تو نییم، اینت بلعجب. چون حلقیم با تو و چون حلقه بردریم، نه بوی مهر میشنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دگر کس بپروریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، از دشمنان برند شکایت به دوستان. چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ ما خود نمی رویم دوان در قفای کس، او می برد که ما به کمند وی اندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتاده‌اند که ما صید لاغریم؟ خب بچه ها سلام، وقتتون بخیر. به قول مولانا مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. یه چند جلسه تعطیل شد به خاطر ایام پایان سفر و ایام سوگواری، و حالا تعطیل رسمی بود، بعضیاتون مسافرت میرفتید، به درخواست خودتونم کلاس ها کنسل میشد. خب بچه ها فصل 1 و 2 و 3 عروض و قافیه رو ما به شما گفتیم. فصل اول ما با کلیات عروض و قافیه آشنا شدیم که اصلا قراره چی کار کنیم توی کلاس عروض و قافیه، عروض و قافیه چی، عروض چیه، چجوری باید یاد بگیریم سماعی یا تختی و این حرف ها. فصل دوم با انواع واج و هجا آشنا شدیم، گفتیم که زبان فارسی مثلا سه نوع هجای بلند و کوتاه و کشیده داره و چند تا کلمه رو تختی هجایی کردیم تا یه سری استثناءات رو بهتون یاد بدیم، از جمله این که مثلا نونی که بعد از مصوت بلند میاد، یا هی که ملفوظ نیست، یا کلمه‌ای که تشدید داره، یا کلمه‌ای که همزه‌ای که بین کلمه قرار میگیره، بین کلمات جملات قرار میگیره، باب عطف و ربط و نکات مربوط به بیا و سیاست و اینها رو توی فصل دو گفتیم. توی فصل سوم که یک فصل منحصر به فردیه تقریبا، اونم در اون حجمه و اون همه نکات، فصل درست خواندن بود. این که ما بهتون گفتم اصلا شاید توانایی شما در درست خوندن ابیات 50% مسیر شما باشه، اینکه شما بتونید ابیات رو درست بخونید. و مثال هم زدم، مثالی که توی جزوه هم آوردم، که درست خوندن نه تنها توی عروض خیلی تأثیر داره و خیلی کمک میکنه، که توی حتی سوال دستور هم دیدیم که اونجا درست خوندن به ما چه کمکی میکرد. بعد از درست خوندن ما میرسیم به فصل درست نوشتن. درست نوشتن همون خط عروضیه،
خط عروضی چیه؟ ما شعر رو هر جوری که میخونیم همون جوری میایم مینویسیم یه مصرع رو، که خیلی راحت تر بتونیم هجاهاش رو تشخیص بدیم. چون ما گفتیم اون چیزی که میشنویم رو به خط عروضی مینویسیم تا بتونیم هجاها رو خیلی راحت تر دقیق تر پیدا کنیم، و بعد علامت هجا رو بذاریم، بعد مثلا متوجه میشیم 10-11 تا هجا کوتاه و بلند کنار همن، دیگه اون هجا رو چند تا باید جدا کنیم تا ارکان عروضی به دست بیاد. فصل چهارم، درست نوشتن خط عروضی. پس از درست خواندن شعر، برای رسیدن به هجاهای بیت ضروری است بیت را همان گونه که خوانده ایم بنویسیم. به این نوشتار که دقیقاً مطابق خوانش است خط عروضی میگویند. در خط عروضی تمام نکاتی را که در فصل دوم انواع واج و هجا گفتیم و حتی فصل سوم باید رعایت کنیم. در واقع یک مصرع را همچون یک واژه بزرگ در نظر میگیریم و آن نکات را در آن رعایت میکنیم، یعنی توجه به تشدید معلم ل رو دوبار مینویسیم، توجه به حروف ناخوانا خواهر واو رو نمینویسیم، نوشتن هرچه به صدا می آید توسنی اون قسمت خیلی مهمه، یه نکته‌ای بود بهتون گفته بودم، توجه به ه غیر ملفوظ خانه رو هش رو نباید بنویسیم، جانان حذف نون بعد از مصوت بلند. البته بهتون گفتم که اگر نون رو هم حذف نکنیم، مثلا بنویسیم نان، اون نان مساوی هجای نا یا نن هستش، یعنی اون مصوت بلنده توی این حالت دیگه اونقدر بلند نیست. توجه به فرایند واجی افزایش، مثلا کلمه بیا که گفتم ما میگیم بیا، یعنی دوتا ای داریم میگیم، ولی در واقع این بیاه، باید به این حواسمون باشه. توجه به ترکیبات عربی و یا مشابه آنها، انالحق باید حواسمون باشه، مثلا علی که خونده نمیشه، الفی که خونده نمیشه. توجه به واو عطف و ربط، مثلا دل و جان رو به این صورت باید بنویسیم، نگیم دل و جان، و نداریم. حذف همزه، کلماتی مثل اغراق‌آمیز، نرم‌افزار، اینها رو باید حذف همزه کنیم. بعضی مواقع هم همزه پس که حذف نمیشه. موارد فوق مهمترین نکاتی است که در خط عروضی باید به آن توجه کرد، اما موارد دیگری نیز وجود دارد که در فصول قبل به آن اشاره شد. اینجا هم در مورد اون نون دارم میگم، کلمه خون یا معادل خو میگیریم یا معادل خون، یعنی این رو ما هجای کشیده دیگه نمیگیریم، هجای بلنده. خودتونم دقت کنید، مثلا بگید خوک خون، اون خوک که میخوای بگی اون او رو داری میکشی، خوک خون، تو این حالت کمتر میکشیم اون او رو. مثلا خان یا خای یا خن، مثل اینا میمونه در واقع. و اینم بگم مثلا خون من این حالت نها، یعنی اون باید ساکن باشه، خون خونه نشه، ا نداشته باشه، او نداشته باشه. اکنون به خط عروضی ابیات زیر دقت کنید. گشت یکی چشمه ز سنگی جدا، قلقل زن چهره نما تیز پا. گشت یکی چشمه، ببینید چشمه رو به این صورت نوشتیم، چشمه ز سنگی جدا، بعد ا او رو گذاشتیم. قلقله زن چهره نما تیز پا، مثلا ببینید قلقله به چه شکلی شده، چون اون هش ناخواناست، چهره به همین صورت، اون ه ناخواناست. چو در وقت بهار آیی پدیدار، حقیقت پرده برداری ز رخسار.
چو، ببینید به چه صورتی شد. وقت بهار، اون ای که توی وقت گذاشتم، این ا بچه، این خیلی تأثیر گذاره، خیلی. یعنی این ا از این وقت، از این ا خیلی مهمتره، چون که این یه جایی حتی تو همینجا این ا در واقع کشیده میشه، این وقت، این هجای کوتاه ما مثل هجای بلند میشه. چو در وقت، چهارمین هجای ماست دیگه، درسته؟ مصرع بعد رو نگاه کنید، حقیقت پر، هجای چهارممون پره، یعنی هجای بلنده. میبینی این ت خودش یه نکته ای داره، حالا بعدها یاد میگیریم. به خاطر این میگم این ا او خیلی مهمه، ا و او پایان کلمه خیلی مهمه. ا و اویی که پایان کلمه است یا نقشنمای اضافه، یعنی ا یا واو عطف و ربط و اینجور چیزا، به شدت مهمه. بهار آیی شده بهار رایی، شده در وقت بهار رایی، خیلی مهمه. حقیقت پرده، پرده رو ببینید به چه شکلی شده. حقیقت پرده برداری ز رخسار. نکته بیت دوم از اولیه بیشتر بود، حالا دوباره توی سوم از دومیه بیشتره. میگه نباشی بسی من به بازوی خیش، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. ببینید بس ایمن شده بس ایمن، ببینید چی شده بس ایمن، به این صورت نوشته شده، خیش به این صورت نوشته شده، بازوی خیش. این یه ا رو گذاشتیم، بازوی خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. خورد، واوش افتاده، خورد گاو نادان، نادان، نادا، یا اینکه منظور به اون نونه حواسون باید باشه، ز پهلوی خیش. میبینیم نکته هاش بیشتره، 6-7 مورد داره که باید از توی خط عروضی که میخوایم بنویسیم بهشون دقت داشته باشیم. بیت بعدی میگه گفت اگر خیر است خیراندیش، تو شری جز شرت نیاید پیش. ببین گفت اگر شده گفت اگر، گفت اگر خیر است، اینجا حذف همزه نداریم، پس نشون میده که همه همزه ها حذف نخواهد شد. گفت اگر خیر است خیراندیش، تو شری جز شرت نیاید پیش. ببینید تو به چه شکل نوشته شده، تو شری، تو شری جز شرت نیاید پیش. الان یه نکته ای توی فصل 3 گفتم درست خوندن، تو شری، ما امروزه میگیم تو شری، امروزه نه دیروز هم میگفتیم تو شری، یعنی قدیم هم ما میگفتیم شری، یعنی تشدید داشته، ولی به ضرورت وضع شاعر این کلمه رو بدون تشدید آورده، گفته تو شری جز شرت نیاید پیش. پس بعد به اینا دقت کنیم دیگه، طبق نکات فصل 2 و فصل 3. خب اینجا با چند بیت آشنا شدید از پایان این فصل، فصل 4 دیگه، ما ابیاتی پایان فصل میاریم به عنوان تمرین، شما اینا رو تختی کنید و علامت هجاییش رو بذارید. توجه، این یه نکته خیلی ظریف و جالبیه، میگه بسیار پیش آمده دانش آموز شعر را درست خوانده. خب دانش آموز شعر رو درست خونده، ولی در خط عروضی به دلیل کاهش سرعت، چون وقتی میخواسته بنویسه آروم داره مینویسه، از خوندن آروم تره، اشتباه نوشته. مثلا درست خونده چون در وقت بهار رایی، خب بهار رایی رو درست خونده، بعد اومده نوشته چو رو درست نوشته، در وقت ا رو گذاشته، بعد نوشته بهار آیی، اصلا حواسش پرت شده، یادش رفته که بابا این بهار آیی نبود، بهار رایی بود.
اینجا باید یه دقت کنی، یک بار شعر رو از روی خط عروضیت بخونی. یعنی من این رو بیام از روی این بخونم، از خط عروضیه بگم چو در وقت بهار رایی پدیدار. درسته، میگه پس از نوشتن شعر به خط عروضی یک بار شعر رو از روی خط عروضی بخوانید تا مشخص شود شعر رو درست میخوانید یا خیر. از مهمترین اشتباهات در این مرحله هضم نکردن همزه یا عدم توجه به کسره اضافه است. مثلا یارو اومده نوشته چو در وقت به، خب ببینیم وقت نبود، وقته بود، باید به این حواست باشه. و دوباره الان ممکنه بگی آقا وقت هجای کشیده است، یعنی بلند کوتاه، وقته هم میشه بلند کوتاه. بهت گفتم یه جا بحث اختیارات شاعری پیش میاد که ما اون ت رو باید به هجای بلند تبدیل کنیم. پس میبینی خیلی مهمه که این ا رو هم حواسمون باشه درست بزنیم. آره، این هم مهمترین اشتباه. یه دونه حذف نکردن همزه است، یه دونه هم عدم توجه به کسره اضافه. یا حتی اصلا چرا من نوشتم حذف نکردن، حتی حذف کردن. مثلا میاد میگه خیر است، این اصلا خیر است نیست، این خیر است. اصلا اینو من ادیت میکنم، مینویسم حذف کردن یا نکردن همزه، موضوع حذف همزه. چون دقیقا برعکسش هم پیش میاد تو خط عروضی، میاد میگه گفت اگر خیر است، در حالی که اینجا خیر است نداریم، ما خیر است داریم. به این نکته دقت میکنید. الان اینجا دانش آموز میاد اینو میخونه، بیا تا براریم دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل. درست خوندم؟ بعد میاد خط عروضی مینویسه بیا تا براریم، خب همینجا اشتباه کرد، بعد دیگه حواسش نمیشه چون داره آروم مینویسه این اتفاق میافته. در خط عروضی مثال قبل ظاهراً به نظر می رسد شعر را به درستی به خط عروضی نوشته ایم، ولی همانطور که در تختی زیر می بینیم به حذف همزه توجه نکرده. بیا تا براریم، بعد اینجوری می نوشته براریم. نکته مهم، ببین خط عروضی می دین چقدر مهمه. کسایی که سماعی یاد نمیگیرن و دنبال تقطیعن، حالا مثلا یه نفر شاید فقط برای امتحان نهایی میخواد تقطیع رو یاد بگیره، اون دو سه نمره رو بگیره، میگه آقا من خط عروضی مثلا اصلا نمیخوام سماعی یاد بگیرم، میخوام دقیقا خط عروضی رو یاد بگیرم، تقطیع رو یاد بگیرم. خب ببینید این افراد هجاها رو بر مبنای خط عروضی مینویسن. اگر توی خط عروضی اشتباه کنی تا آخرش اشتباه میری. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. چون کار تو با اون خط عروضیه، تو از روی اون خط عروضی میخوای هجا رو بنویسی، اشتباه مینویسی، علامت هجات رو از روی اون هجایی که اشتباه نوشتی میذاری، بعد هی میگی این چرا جور در نمیاد، بعد فکر میکنی اختیار شاعری داره، اشتباهی میری توی چیزهای دیگه. پس گفتم چاره اینه یک بار از روی خط عروضی بخونی. نوشتن کسره اضافه بین دو واژه بسیار الزامیه. اون کسره ای که بین دو تا واژه است، اون ا، اون خیلی مهمه. خب این فصل چهارمون همینقدر بود. حالا این تمرینات از این فصل شروع میشه. ما پایان هر فصل 23 4 بیت میدیم، شما باید این بیت ها رو درست بخونی،
به خط عروضی بنویسی، هجهاش رو بذاری، بعد علامت هجه‌ها رو بذاری، تا بعدها که اختیارهای شاعری رو یاد گرفتی بیایی تفاوتها رو اصلاح کنی. من فصل 4 رو این رو در حضور خودتون انجام میدم. خب بعد از فصل بعد مثلا 3-4 تا من انجام میدم، باقیش رو باید شما تمرین کنید. خب اولین چیز اینه که ما شعر رو درست بخونیم. چو حاکم به فرمان داور بود، خدایش نگهبان و یاور بود. نصیحت کسی سود من دایدش، که گفتار سعدی پسند دایدش. خدا را بران بنده بخشایش است، که خلق از وجودش در آسایش است. چو 10 سال شد زان میان کس نبود، که یارست با وی نبرد آزمود. الان میبینید ما حذف همزه ها رو همه اینا رو داریم رعایت میکنیم. مثلا دارم میگم نبرد آزمود، بخشایش است، بران بنده، در آسایش، پسند دایدش. داریم حذف همزه رو از اینجا یاد میگیریم. هر کسی را بهر کاری ساختن، بهر اینا رو باید بگیم، میل آن را، میل آن را در دلش انداختن. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست تسرار من. از درون من نجست تسرار من. می نمود آن مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد کندر آید او بگفت. الان اینو نگاه که اندر آید شده کندر آید. تا که باشد کندر آید او بگفت. این از اون مواردی بود که قبلا هم بهتون گفتم که ا داره، ولی باز اون همزه بعدش رو حذف میکنه. کندر آید او بگفت. گفت آری گر وفا بینم نمکر، مکرها بس دیدم از زید و بکر. این زید و بکر، به این باید دقت داشته باشید بچه ها، حالا این عربیه زید و بکر. تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. خاک ضعیف از چاره ما ساز، که بی چاره ایم، گر تو برانی به که روی آوریم. دقت داشته باش، گر تو برانی به که روی آوریم. روی آوریم، یه چسبیده به آوریم، روی آوریم. هر سحر از عشق دمی میزنم، هر سحر از عشق دمی میزنم. روز دگر میشنوم برملا، دست از این پیش که دارد که ما. زاری از این بیش که دارد که ما. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. حاجتگه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. گفت ای پسر این نجای بازی است، گفت ای پسر این نجای بازی است. بشتاب که جای چاره سازی است. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بی شک جان جانی. به نام کردگار هفت افلاک، به نام کردگار هفت افلاک. یعنی از اوناست که حذف همزه نباید کنی. به نام کردگار هفت افلاک،
که پیدا کرد آدم از کفی خاک، که پیدا کرد آدم از کفی خاک، فروغ روی تندازی سوی خاک. ببین فروغ روی تندازی، فروغ روی تندازی سوی خاک، عجایب نقش ها سازی سوی خاک، عجایب نقش ها سازی سوی خاک. یه اختیاری هم روی اون سویه داره که بعدها یاد میگیری. خوشا شیراز، ببین عروض سمایی یاد بگیرید که در آینده حتما یاد میگیرید، اینجوریه تو همون خوندن اختیارات رو میفهمی. خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. خوشا شیراز و کشتیگیر خوبش. الان دیگه باید بگیم خوشا شیراز و کشتیگیرهای خوبش. بله ما رو شاد کردن شیرازی ها. خداوندا نگه دار از زوالش، به شیراز آی و فیض روح قدسی، به جوی از مردم صاحب کمالش. به جوی از، این هر وقت کلماتی مثل به جوی اینجوری بیاد خب و بعدش همزه بیاد، خیلی وقتا این همزه حذف میشه. به جوی از مردم صاحب کمالش، شب وصل است و طی شد نامه هجر، سلام فیه حتی مطلع الفجر. خب اول باید بیاید این بیت ها رو چند بار بخونید تا بتونید به بهترین شکل بخونید. بعد میایم اینجا دونه دونه اونها رو، من همه رو انجام دادم به همین خوشگلی که دارید میبینید، واقعا خوشگل و منحصر به فرد من این کار رو انجام دادم، این تختیار رو. خب شما میگم این درس رو، این فصل رو کلش رو انجام میدم. حالا اگر دوست داری میتونی دیگه ادامهش رو نبینی، خب مثلا چند تا ببینی دیگه نبینی، خودت بری انجام کنی، انجام بدی، بعد بیایی ویدیو رو ببینی که درست انجام دادی یا نه. تو جزوه هم که میتونی چک کنی. بله فاطمه حسینی، میدونم شما شیراز هستین. بله شیراز خیلی دوست داشتنیه، من اومدم ولی خب خیلی وقت الان نیومدم، دوست دارم به زودی انشالله بیام شیراز. دونه دونه اون ابیات رو میایم اینجا تقدیم میکنیم. فقط یه نکته اینجا من نوشتم که این نون رو ببینید، کتابای قدیم میگفت که آقا این نون هضم میشه، یعنی به این صورت درس میدادن، نون ساکن بعد از مصوت بلند میگفتن هضم میشه. کتاب جدید میگه که آقا هضم که نمیشه، واقعیت هم اینه که هضم نمیشه، اون مصوت بلنده کوتاه تلفظ میشه. خب از اونجایی که بعضی کتابا اون مدلی گفتن، بعضی کتابا این مدلی و یا کتاب جدیدی مدلی گفته، من هر دوتا حالت رو آوردم، یعنی گاه هضم کردم گاه هضم نکردم این نونه رو، ولی شما دیگه خودتون مطلب رو میدونید دیگه چیه چی دارم میگم. آقا اولین کار اینه، این رو میخونم. چو حاکم به فرمان داور بود، بعد میام خط عروضی مینویسم، چو حاکم به فرمان داور بود، خدایش نگهبان و یاور بود. میبینید به یه سری نکات توجه کردم، نگهبان و یاور، میبینید به چه صورت نوشتم. بعد میام میگم چو حاکم به فرمان داور بود، خدایش نگهبان و یاور بود. الان نکاتی که تو فصل 3 گفتیم در مورد درست خوندن، مثلا اینو بود نمیخونیم، بود میخونیم، یا مثلا نگهبان و یاور، میبینید نگهبان یا چو به اون صورت. بعد علامت هجاهاش رو میذاریم، میبینید هجای کوتاه بلند بلند، کوتاه بلند بلند، کوتاه بلند بلند، کوتاه بلند. تو پایین هم همین حالت رو داریم، یعنی دوتا مصرع هجاهاشون یه شکله. خب بعد بچه ها اینجا میبینیم که دوتا مصرع هیچ اختلافی ندارن، همیشه هم اینجوری نیست که اینا عینه و هم بشن. بعض وقتا مثلا هجای پنجم بالا کوتاه پایین بلنده، هجای هشتم، هجاهای روبروی هم میبینی فرق دارن، یکی کوتاه یکی بلند. یا حتی یه موقعی میرسه میبینیم که
تعداد هجای یکی 10 تاست، یکی 11 تا. اینا یه نکاتی داره که حالا بعدها بهتون یاد میدم. مثلا یه هجا 15 تاست، یه هجا 14 تا. نصیحت کسی سود من دایدش، که گفتار سعدی پسند دایدش. به خط عروضی ها دقت کنید، پسند داید شده پسند داید، که گفتار سعدی. نصیحت کسی، نخونی نصیحت کسی. من دانش آموز تو کلاس بارها دیدم میگه نصیحت کسی، چون وزن رو نمیدونه نمیفهمه که داره اشتباه میخونه. نصیحت، نصیحت کسی سود من دایدش. ببینید همه این نکات رو آوردم. الان سود هجای کشیده است، من یه جوری نوشتمش بیفته توی دوتا خونه، یعنی قسمت هجای بلندش سو این وره، حالا اون بر یه واج یا دو واج داشته باشه، اون میافته توی خونه بعدی. نصیحت کسی سود من دایدش، که گفتار سعدی پسند دایدش. خدا را بران بنده بخشایش است. ببین بران بخشایش است. خدا را بران بنده بخشایش است. از همینجا این نکته رو یاد میگیری، این هجا کشیده است، ولی چون هجای پایان مصرعه، ما به جاش هجای بلند گذاشتیم. خدا را بران بنده بخشایش است، که خلق از وجودش. ببین خلق از، که خلق از وجودش در آسایش است. چو 10 ساله شد زان میان کس نبود، که یارست با وی نبرد آزمود. نبرد آزمود، ببین داز هجای کشیده است، حذف همزه داره، مود هجای کشیده است، مود و بود، ولی چون پایان مصرع اومدن بلند گرفتیم. که یا رست، یا رست، رست رو میبینید هجای کشیده است، تو دو تا خونه انداختم. 10 ساله، این ه ملفوظه، من نوشتم 10 هجای بلند شده، ولی این ه ساله ملفوظ نبوده، لذا هجای کوتاه شده. یعنی من این ابیات رو همینجوری انتخاب نکردم، اما اینها رو من دونه دونه با فکر این که اون نکات رو شما یاد بگیرید انتخاب کردم. اینا خیلی اتفاقی نبوده، یعنی سعی کردم چیزه، مثلا زان، اینجا بینی زان، نون رو حذف نکردم، اما معادله زای، میان، یه جایی حذف کردم یه جایی نه، که تو هر دو حالت رو یاد بگیری. هر کسی را بهر کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. ببین هر کسی را بهر، این ریه خیلی مهمه، کاری ساختند، میل آن را در دلش انداختند. تند میبینی کشیده است، ولی پایان مصرع ما بلند گرفتیم. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. خوش، ببین خوش چجوری شده، خوشتر شده خوشتر، خوشتران، اینجا نشون دادم این نون رو حذف کردیم. خوشتران باشد که سر، کلمه تشدیدداری که به کلمه بعدی اضافه میشد. نکات فصل 3 رو میبینید، همه رو اینجا آوردم. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. کدوم شعر فاطمه؟ بیت چند؟ آره این از ابیات قشنگ مولاناه،
شما از زیبایی یه نفر میگه حین صحبت از کس دیگه مثلا از زیبایی این بخوای توضیح بدی، یه چیز تو مایه های به در بگیری وار بشنوه، یا اون که حرفو بنداز صاحبش ور میداره، مستقیم از یه نفر نیای تعریف کنی، یه چوری خیلی واضح نباشه. خب هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست تسرار من. حزب حمزه اینو نگاه کنید، نجست تسرار من. خیلی ها اینو حزب حمزهش رو اشتباه میکنن، مینویسن نه جست اسرار من. باید حواست به حزب حمزهش باشه، باید ببینی چی خوندی. بعد بچه اینجا رو نگاه کنید، این هجای بلند، این هجای کوتاه. از اینجا کم کم شروع کردم بیتهایی رو آوردم که هجاها دیگه یکسان هم نشه، به اختلاف داشته باشه. بعد اینجا بعدها که اختیار شاعری رو یاد میگیری متوجه میشی این نه رو میتونی بکشی و هجای بلند در نظر بگیری. کاری که شما فعلا میکنید اینه، یه ستاره، هر جا به اختلاف رسیدید یه ستاره میذارید تا بعدها اختیار شاعری رو یاد بگیرید یکی دو هفته دیگه و این رو اصلاح کنید، مثلا عوض کنید. الان این بالا هم این ستاره رو داشتیم، ولی این دوتا که با هم دیگه یکسانن، چرا ستاره گذاشتی آقای احمدی؟ میگم ببین یه نکته ظریف داره، ما اینجا فایلاتون داریم، اینجا هم فایلاتون داریم، چرا یهو اینجا اینجوری شده فایلاتو تو جفتشون؟ این نشون میده اون فایلاتون ها اینه، فایلاتون فایلاتون فایلون. اختیار شاعریه دقیقاً توی دو تا هجای روبروی هم اتفاق افتاده. این حالت یه مقدار برای دانش آموز سخت‌تره، به خاطر اینکه اختلاف نمی‌بینه، فکر می‌کنه که اختیار شاعری وجود نداره، که اینم دوباره توی فصل اختیار شاعری کامل توضیح دادم. یه ذره سرعت بدم که برسیم. میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. دیدیم که این دوتا هجا با هم فرق دارن، ولی شما عوض نمی کنید فعلا تا بعدها اختیار شاعری رو یاد بگیرید. می نمودان مرغ را هر گون شگفت، تا که باشد کندر آید او بگفت. می نمودان مرغ را هر گون شگفت. خط عروضی دقت کنید، گون همون گوه، یعنی نونش انگار هضم میشه. بعد میایم هجا تختی هجایی میکنیم، می نمودان مرغ را هر گون شه گفت، تا که باشد کندر آید. دقت داشته باش به حذف همزه هاش، تا که باشد کندر آید او به گفت. کندر آید، دو تا حذف همزه بغل هم. گفت آری گر وفا بینم نمکر، با مکرها بس دیدم از زید و بکر. خب ببین، گفت آری حذف همزه نداره، باید حواست باشه هر جای همزه رو دیدی نزنی به ترکونی حذفش کنی. گفت آری، اگر این رو حذف همزه کنی میشه گفت تا ری گر، هی همینجوری هجا بلند نداریم که. گفت آری گر وفا بینم نمکر، مکرها بس دیده ام از زید و بکر. تا نزاید بخت تو فرزند نو. این نو بچه ها میبینید، این همونی بود که بهتون میگفتم. حالا الان پایان مصرعه، در هر صورت هجای بلند میذاریم، ولی ببین نو مثل رو، مثل جو، مثل شو، مثل مو، درخت مو، خودش ذاتن هجای بلنده. طراح سوال میتونه این بیت رو بده، بعد به تو بگه که اختیار شاعری بلند در نظر گرفتن هجای کوتاه در پایان مصرع رخ داده، بعد تو هم فکر کنی راست میگه، در حالی که نه، این اصلا هجای کوتاه چی، مصوت کوتاه، در حالی که اصلا مصوت کوتاه نیست. حالا بعدها اختیار شاعری یاد میگیرید متوجه میشید این نو خودش هجای بلنده.
چون یه دونه او داریم یه دونه واو داریم. خون میبینید، خون چون نون ساکنه اینو خو در نظر گرفتیم، هجای بلند. خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. خوش ببین خوش رو چی جور نوشتم. اینجا ببین اختلاف داریم، این بلنده این کوتاهه. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. دقت داشته باش، ای همه هستی ز تو پیدا شده. الان ده هجای کوتاه پایان مثال قرار گرفته، هجای بلند گفتیم. اینجا نباید اون اختیاره رو بگیم آقا بلند تلفظ کرد، نه این پایان مصرعه. خاک ضعیف از، ضعیف از شده، ضعیف از تو توانا شده. چاره ما ساز که بیچاره ایم، چاره ما ساز که بیچاره ایم، بیچاره ایم. خط روزیشو ببین، گر تو برانی به که روی آوریم، روی آوریم، روی آوریم. اینم هجاهاش، چاره ما ساز که بیچاره ایم، گر تو برانی به که رویاوریم، گر تو برانی به که رویاوریم. هر سحر از عشق دمی میزنم، به این صورت، هر سحر از عشق دمی میزنم. روز دگر میشه نوم برملا، نخونیم الله، برملا. اینم قشنگه، میگه بابا ما شب یه چیزی تو چت میگیم، فردا میبینیم تو گروه اعلام کرده تو پیوی، میگه ما تو پیوی یه چی میگیم، میبینیم فردا تو گروه گفته. خیلی به روزش این میشه، این که میگه هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دگر میشنوم برملا. قصه عشقم همه عالم گرفت، در که نگیرد نفس آشنا. خیلی قشنگه، هر سحر از عشق دمی میزنم، روز دگر میشنوم برملا. دست از این پیش که دارد که ما، ببین اینو باید بگی، دست از این، یعنی اون از حذف همزه نداره، این حذف همزه داره، از حذف همزه نمیشه. دست از این پیش که دارد که ما، زاری از این بیش که دارد که ما. بچه این یه حالت خیلی جالبیه، گفتم اونجا به جویز بود. خب هر وقت این ری اینجوری بیاد، خب مثلا بعدش همزه باشه، معمولا ما حذف همزه داریم، زاری یزین، ما میگیم زاری یزین بیش، زاری یزین، نمیگیم زاری ازین، زاری یزین، زاری یزین بیش که دارد که ما. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای نام تو بهتر، ببین بهترین، این به هشت ملفوظه، ما نمیگیم بهترین، بهترین سراغاز بی نامه، ولی نامه میبینید هشت ملفوظ نیست. بی نام تو نامه کی کنم باز، حاجتگه جمله جهان اوست، حاجتگاه جمله جهان اوست. محراب زمین و آسمان اوست، محراب زمین و آسمان اوست، حاجتگاه جمله جهان اوست، محراب زمین و آسمان اوست. میبینید اینجا اختلاف هجایی داریم، باشه ما اختیارهایی داریم، بعدها یاد میگیرید، یعنی تو اینجا اشتباه نرفتی. ها جد گه جمله جهان اوز، همه چی رو درست رفتی.
از عمر من آنچه هست بر جای. ببین از عمر من آنچه هست بر جای. بستانو به عمر لیلی یفزای. دوباره همون لیلی افزای. بهتون گفتم این که بعدش همزه اومده خیلی وقتا اینجور میشه، میشه ی، یعنی حذف همزه رخ میده. لیلی یفزای ما میگیم بستانو به عمر لیلی یفزای. لیلی یفزای این موضوعش هم با اون بیا فرق داره. بیا این موضوعش فرق داره. گفت ای پسر این نجای بازی است. ببینید به خط عروضی گفت ای، گفت ای پسرین، پسرین شده پسرین، نجای بازی است، بازی است شده بازی است. بشتاب که جای چاره سازی است. الان این چهار تا حذف همزه داره یا مثل اولش سه تا حذف همزه داره؟ خب اینجور سوال ها توی تست حذف همزه خیلی محتملن که بیان، چون تست های حذف همزه رو دارن میبرن به سمتی که بگن مثلا چند تا چیز داره، کدوم بیت بیشتر حذف همزه داره و اینجور حرفا. بشتاب که جای چاره سازیست. هران وصفی که گویم بیش از آنی. ببین هران بیش از آنی، هر دو سه تا همزه داره، سه تاش هم حذفه. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی. به خط عروضیش دقت کنید. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بی شک جان جانی. خب بچه ها کیفیت اینا چطوره؟ خوبه؟ بیتا قشنگن؟ خیلی بابت اینا زحمت کشیده شده. خیلی من یه توضیح بدم چون دوباره ممکنه این فیلم برسه دست عده‌ای. بچه هایی که این فیلم رو نگاه میکنید، بچه ها این فیلم ها رو شما در صورتی میتونید نگاه کنید که یا کلاس هم بوده باشید، یعنی داشت آموز کلاس مجازی مثل همینایی که تو این کلاس آنلاین ثبت نام کردن، یا این فیلم ها رو از خود من خریده باشید که قیمت خیلی خیلی کمی داره، یا فیلمی باشه که خودم تو کانال خودم گذاشته باشم، یعنی این فیلم تو کانال خودم باشه. در غیر این صورت این فیلم ها رو نبینید، من راضی نیستم. حالا یا کانال خودم یا حالا مثلا توی یکی دو تا این کانال های دوستان که برای تبلیغ میذاریم این فیلم ها رو، منظور این که از کسی دیگه نخرید. من یه توضیح اینجا صفحه دو دادم، گفتم هر کی ببین جزوه ها رو من رایگان، همین جزوه و همین زیبایی رو رایگان تو کانال گذاشتم، شما میتونید این جزوه ها رو همونجا بردارید بخونید، ولی اگر خوندی متوجه نشدی، خوب یاد نگرفتی، این فیلم ها رو به این صورت میتونی از من با کمترین هزینه تهیه کنی. کل آرایه 8 ساعت تدریس، همه مطالب آرایه رو درس دادم، 60,000 تومان. کل دستور همینطور، کل قرائت تقریبا همینطور، 8 ساعت 60,000 تومان. و کل عروض و قافیه تقریبا 15 ساعت همین فیلمایی که شما داری الان میبینی. و 120,000 تومان صفر تا صدش رو هم درس دادم و برای کنکور که چه عرض کنم، برای آخر و عاقبتتونم کافیه همینقدر عروض یاد گرفتن، یعنی کامل عروض رو بهتون یاد میدم. پس هزینه ای نداره، این کار رو نکنید، از کسی دیگه اینا رو نگیرید. کسی هم حق نداره این فیلم ها رو به شما بفروشه و بگی که ما از طرف آقای احمدی. و اگر کسی باهاتون این کار رو کرد بدونید کلاه برداره، چون من این اجازه رو به هیچ بنی بشری ندادم الا اینکه این پول دقیقا اون شخص، و اگر حالا مثال ادمینی هم داشته باشم، شما باید پول رو به کارت خود من واریز کنید به نام خود من، ابوذر احمدی پرگو. پس
این فیلم ها رو از کسی دیگه نگیرید، این که دارم الان میگم چون این اتفاق افتاده و جالبه بعضی وقتا فیلم ها رو هم با هزینه بیشتری میفروشن به دانش آموزا و هم این که خب مثلا دانش آموز سوال براش پیش میاد، میاد به این پیام میده میگه من این فیلم از شما خریدم، فیلمتون رو، این چی میشه؟ بعد من چتمو نگاه میکنم میبینم که خب این فیلم رو هم من نخریده، میگم از کی خریدی؟ میگه از فلانی، میگم برو از همون بپرس، حالا اینکه اشتباه کردی اونم اشتباه کرده، خلاف کرده، کار غیر قانونی کردهش به کنار، پشتیبانی علمی نمیتونه کنه اون شخص، در حالی که ما این فیلممون خب تا حدودی پشتیبانی داره، اگه کسی براش سوالی چیزی پیش بیاد من توضیح میدم. خب برگردیم همونجا. از عمر منان چه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی یفزای. توضیح دادم لیلی یفزای میشه. گفته ای پسری نه جای بازیست، بشتاب که جای چاره سازیست. هر آن وصفی که گویم بیش از آنی، یقین دانم که بیشک جان جانی. به نام کردگار هفت افلاک. این از همون موردهایی که به اشتباه بعضی هم میخونن هفت تفلاک، حذف همزه نداره، هفت تفلاک، این که همش هجای بلند میشه. خب ببینیم چی پیام دادن. خب بعد میبینید اینجا مثلا به نام کردگار هفت افلاک، این هجا و این هجا با هم اختلاف دارن، هجای سوم و هجای هفتم، همون اختیار شاعری ستاره گذاشتیم، بعدا یاد گرفتید بررسی میکنید اینا رو. فروغ رویت تندازی سوی خاک. ببین فروغ رویت تندازی، اینجا میبینیم که اختلاف هجا داره، عجایب. فروغ سومین هجا کوتاهه، عجایب سومین هجا بلنده. نقش ها سازی سوی خاک. یه نکته هم اینجا هست که این دو تا هجا، این دو تا هجا که یکسانن، آقای احمدی چرا این رو ستاره گذاشتی؟ میگم مگه این شعر مفایلون مفایلون فاولون نیست؟ فروغ رویت اندازی سوی خاک، مفایلون مفایلون فاولون. ببین تو اینجا هم هست مثلا، خب این مفایلون، این مفایلون، این بعد فاولون میشد، چرا یهو فاعلون شده؟ میگم هم سو اختیار شاعری داره هم یه. شما این فیلم ها رو کامل ببینید بعد سمایی رو یاد میگیرید دیگه که چجور من با خوندن میفهمم که این اینه. فروغ رویت اندازی سویه خات، اون سو میشه سو یعنی کوتاه میشه، یه میشه یه یعنی بلند میشه. اینا نکته است که به حالا سمایی ها رو من یاد میدم دیگه در ادامه. خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خوشا شیراز و وضع بی مثالش، خداوندا نگه دار از زوالش. ببین نگه هش ملفوظه، به اینو باید دقت کنی، دار از شده دار رز، اینجا اختیار شاعری داریم. به شیراز آی و فیض روح قدسی، به شیراز آی و شیراز آی شده زای و فیض روح قدسی، به جوی از مردم صاحب جمالش. شب وصل است و طی شد نامه هجر، اینو به خاطر قافیه باید حواست باشه، هجر نگی هجره. سلام فیه حتی مطلع الفجر. آقا ببین سلام فیه، ببین سلام رو چی رو نوشتم، اینجا چی جوری بوده، ما اونجوری که میخونیم مینویسیم، تمرین نداریم تو فارسی، بعد شما اینجوری بنویسی سلام فیه حتی، حتی رو من اینجوری نوشتم، مطلع ال، مطلع الفجر شده مطلع ال فجر. عربی هم کم کم اینا رو باید یاد بگیری، در این حد ما در شعر فارسی داریم سلام فیه حتی مطلع الفجر. خب این فصلای دیگه شما باید این کار کنی، اون بیتا رو خودت بیایی این کار رو کنی و
بعد توی جزوه یا در ادامه فیلم ها ببینی که درست رفتی یا نه. بچه ها تست 22 رو بزنید. در بیت کدام گزینه همزه حذف می شود؟ می شود. بچه ها سریعتر. من بیت ها رو یه جوری آوردم که یه مقدار سختتر از حالت قبلی باشه. نسخه های یک و دو گزینه ها فرق می کرده. الان ببین مریم جلیلی اشتباه کرد. این نداره دیگه. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، اون حزم همزه نداره، یک هم نداره. حزم را مگذار، می کن احتیاط، می کن احتیاط، نداره. چهارم نداره. باز این را، نباید بگی باز این را، باز این را می هل و می جو دگر. ولی دو، اون نکته تی اومده بعدش همزه، ای که بعدش همزه است. تو تی اندر، توتی اندر گفت آمد. ببینی آمدش نداره ها. توتی اندر، توتی اندر، توتی اندر، از و همزه ای داریم که نکته داره. خط عروضی کدام مصرع در مقابل آن نادرست است؟ ببینید دولت رو اشتباه رفته. این دولته، ما باید بگیم دولت، چون سر آمد دولت، دولت، دو به لبخواه من دقت کنید، چون سر آمد دولت شبهای تا. باقیش همش درسته. سعد یادی رفت و فردا همچنان موجود نیست. هم تو منز زهی زجا، هم همه جای حاضری. این نقد بگیر و دست تزان نسیه بدار. ببینید خیلی جالب بوده. 24. خط عروضی کدام مصرع در مقابل آن صحیح است؟
خب ببینید میگه سر هم نبر دندر آرد، این دندر آرد بعد میشد سر هم نبر دندر آرد، دندر آرد هم نبر دندر، هم نبر دندر حزب همزه نکرده. ناله ای دارم کش از دل گر برارم بکسلد. خب اون درسته، دو درسته. ناله ای دارم کش از دل، یا کش از دلم نوشتن ایراد نداره، دل گر برارم بکسلد. سه، سی مرغ ما چه لایق زاغاشیان توست. توست بعد واوش حذف میشد، او میومد. مگر بویی از عشق مستت کند. الان این چهار خیلی نکته داره. این بویی از، این بویی از باید بشه بویی از، بویی از. این از ما نمیگیم، ما نمیگیم مگر بویی از عشق، ما حذف همزه میکنیم. مگر بویی از عشق مستت کند. 25 بچه ها آخرین تست باشه و باقیش رو دیگه خودتون بزنید. خب ببینید در نوشتن واژه های همه گزینه‌ها خط تعرضی درست رعایت نشده به جز، یعنی کدوم درسته؟ کباده، کباده درسته. خوردن درسته. این نوشته این چیه؟ مأخذ. این اشتباهه، چون اصلا اینجا ما مأخذ داریم، مأخذ. این مأخذ رو قبلا بهتون گفتم با مأخذ باید حواستون باشه، اشتباه نگیرید. این اشتباهه. مسلمن، مسلمن اینش درسته، مأخذ اشتباه بوده. مؤنث، مؤنث میوه به، این ه ملفوظه، بعد میگفته به، ه رو میآورده نیاورده، میوه به نداریم که، میوه به داریم. رؤیایی و براورد، حالا براورد بوده، براورد بوده، چی بوده؟ اون درسته، فقط اون به اشتباهه. روح الامین اشتباهه، روح الامین، روح الامین بهتون گفتم اون الف حذف میشه، روح ال بعد میشه هوا، بعد بله درسته. مجعد درسته. مسئله اونم اونجوری درسته، روح الامینش اشتباه بود. ولی به تندی سر و تن، معوا خوشبو، میبینید که اینا درسته، نگارش حمزه رو هم یاد میگیرید. اینم اگر میخواست مأخذ باشه باید اینجوری نوشته میشد، حمزهش مثل معوا، مأخذ مثل معوا، اون حمزهش باید اونجوری نوشته میشد، اون مأخذه. خب بچه ها تا اینجا اوکیه؟ یه استراحت بهتون بدم، مجدد آخر فیلم دارم برای دوستانی که این فیلم رو میبینن توضیح بدم که اگر همونطور که میبینید تدریس ویژه، تستنی، حل تمرین، همه چی داره تدریس هامون، و این فیلم ها رو از کسی دیگه نباید تهیه کنید، به کمترین قیمت از خود بنده تهیه کنید. اینم آیدی خودمه، توی تلگرام میتونید پیام بدید یا این شماره توی واتساپ و تلگرام میتونید پیام بدید. اینم که کانالمه. خب فعلا بچه ها خسته نباشید.